شهروند تاجیکستان فیروز سلیموف که ماه اکتبر سال 2022 زن و چهار کودکش را در شهر اکاترینبورگ تنها مانده اختیاراً به جنگ ضد اوکراین رفته بود کشته شده است. در این باره روز 14 یول سال 2023 نشریه محلی اورا رو خبر داد. بنا به چرای این نشریه فیروز سلیموف را در وطنش تاجیکستان به خاک می سپارند. همصفان او به اورا رو خبر دادند که فیروز با همیاروخانش زیر تیرباران قرار گرفتند. فیروز چند نفر را از میدان جنگ برآورد ولی خودش ترکید و جان باخت. او را در تاجیکستان دفن میکنند. تفصیلات دیگر کی و در کجای اوکراین کشته شدن فیروز سلیموف در دست نیست. همین رسانه اورا رو ماه اکتبر سال 2022 خبر داده بود که شهروند تاجیکستان فیروز سلیموف که زاده دوشنبه است و 10 سال آخر در شهر اکاترینبورگ روسیه در ساختمان کار میکرد، زن و چهار کودکش را در اکاترینبورگ مانده خودش اختیاراً به جنگ اوکراین میرود. فیروز سلیموف اون وقت به اورا رو گفته بود برای حمایت روسیه از دشمن به جنگ میرود. برای من این مسئله ناموس است. مرد باید وطن، پدر و مادر و زن و فرزندش را از دشمن حمایت کند. به همین خاطر من خود را همچون اختیاری نامنویس کردم. امروز همه ساکنان روسیه باید متحد شده از ولادیمیر پوتین پشتیبانی کنند، چون که ما امروز تاریخ را برای نسل های آینده می نویسیم. مثل بابایان ما که سال 1945 تاریخ را برای ما نوشته بودند. با چنین سخنان بلند اظهار نظر کرده بود فیروز سلیموف. او همچنین خبر داد که او را به بتالیون دسانتی هوایی قبول کردند. فیروز قبلا در ارتش تاجیکستان خدمت کرده رتبه سرژان داشت. او همچنین گفته بود که تصمیمش اهل خانواده را زیق و خواتر کرد، ولی آنها از او پشتیبانی میکنند. خانواده فیروز سلیموف هنوز خبر مرگ او را شرح ندادند. روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله آورد و تا امروز 100 تن از زادگان تاجیکستان برای اشتراک در این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه عملیات مخصوص حربی مینامند و برای جنگ نامیدن آن جزا مقرر کردند سفربر شدند. در بین سفربر شدگان آن تاجیکانی هستند که شهروندی روسیه گرفتند، هم شهروندان خود تاجیکستان که با امید زودتر و آسانتر به دست آوردن شهروندی برای رفتن به جنگ روزی شدند، و هم ده ها مبوس تاجیکی که در مبوس های روسیه هدای حکم میکردند و وعده گرفتند که بعد چندین ماه اشتراک در جنگ ضد اوکراین عفو و آزاد خواهند شد. تا امروز به حساب رسانه های بی بی سی و میدیا زونا در جنگ ضد اوکراین از طرف روسیه 47 تا 55 هزار افسر و عسکر کشته شدند. در بین آنها 10 تن از زادگان تاجیکستان از جمله تقریبا 30 مبوس تاجیک نیز هست.